با واگذاری هواپیماهای میگ 25 از سوی شوروی سابق به عراقی ها، تأمین امنیت هوایی آسمان ایران با مشکل بزرگی مواجه شد. عدم دسترسی موشک های هاک و حتی موشک های شلیک شده از هواپیماهای F-14 به سقف پروازی بالای میگ 25 آسمان ایران را برای کفتارهای عراقی امن کرده بود. شکار هواپیماهای مسافربری و خصوصا هواپیمای حامل وزیر وقت خارجه الجزایر از جمله جنایت مرتکب شده بعثی ها به وسیله میگ 25 محسوب می شود. همت و توان نیروی هوایی در بخش های آفندی و پدافند هوایی معطوف به اصابت قرار دادن میگ های 25 شده بود. این هواپیماها بیش از آن که دارای کارایی نظامی و تأثیر گذار در حملات راهبردی باشد، دارای تبعات منفی از نظر عملیات روانی محسوب می شد. اگرچه رادارهای پدافند هوایی قابلیت اکتشاف و شناسایی میگهای 25 را داشتند، اما مسئله مهم در تکمیل مأموریت پدافند هوایی در برابر میگهای 25 درگیری و انهدام آنها محسوب می شد. علی‌رغم پرتاب موفقیت آمیز موشک‌های هاوک به سمت میگ 25، مشکل ارتفاع بالای این هواپیماها مانع از تکمیل زنجیره وظایف پدافند هوایی بود. این مشکل ناشی از سستی یا کمکاری پدافند هوایی در برابر میگ 25 نبود، بلکه مربوط به مقدورات و توانایی‌های تجهیزات پدافند هوایی ایران می‌شد. از جمله موارد اثبات کننده این ادعا میتونیم به اسناد حمله هوایی عراق در مورخه 15/1/64 به شهر تهران اشاره کرد که وظایف کشف، شناسایی، درگیری توسط پدافند هوایی انجام شد، اما مشکل ارتفاع مانع از اصابت موشک هاوک به هواپیمای میگ 25 و انهدام آن شد. برابر اسناد موجود در تاریخ 15/1/64 در ساعت 2:20 یک فروند هواپیمای میگ 25 به شهر تهران حمله کرد و یک تیر موشک هاوک نیز از سایت هاوک 2 به طرف دشمن شلیک شد، اما به دلیل ارتفاع بالای میگ 25 به هدف اصابت نکرد. مشکل عدم دسترسی تجهیزات پدافند هوایی به ارتفاع پروازی میگ 25 و عدم وجود سقف پروازی میگ 25 در هواپیماهای جنگنده ایرانی منجر به افزایش جسارت عراقی ها در بمباران مناطق مختلف کشور و ایجاد دوره جدیدی از جنگ شهرها شده بود. اگرچه بیشتر حملات هوایی میگ 25 علیه تهران، اصفهان و جزیره خارج بود، اما این مطلب به آن معنا نیست که سایر نقاط کشور از گزند میگهای 25 در امان بودند. به عنوان مثال در تاریخ 22/11/65 در ساعت 16:56 با هواپیمای میگ 25 اطراف پمپ بنزین گلشهر و مزار شهدای کرج بمباران شد و در تاریخ 24/11/65 در ساعت 19:40 دو فروند هواپیمای میگ 25 به آسمان شهر تهران تجاوز و بمباران کردند که دانشگاه صنعتی شریف و پارک هجرت در خیابان زنجان مورد اصابت واقع شد. در طول جنگ شهرها اگرچه اقدامات انجام شده مانند استقرار سایت های هاوک در ارتفاعات، استفاده از موشک های دریا پایه استاندارد بر روی لانچر هاوک، استفاده از موشک هاوک در F-14 ها نتوانست انتظارات را برآورده کند، اما تجربیات مناسبی را رقم زد که زمین ساز نوآوری های بعدی شد. در نتیجه مهندسان و نیروهای پدافند هوایی و نیروی هوایی دست به ابتکار زدند و پروژه‌ای به اسم سجیل را تشکیل دادند که مستقیما زیر نظر شهید گرانقدر منصور ستاری انجام می گرفت. یکی دیگر از پروژه های مهم که در همان مقطع از جنگ تحمیلی مراحل اولیه خود را سپری می کرد، پروژه سجیل بود. در این پروژه هواپیماهای F-14 قادر به حمل و پرتاب موشک زمین به هوای هاوک به عنوان یک موشک هوا به هوا می شد. این در حالی است که موشک هاوک یک موشک زمین به هوا است. یکی از اهداف این تر تقویت توان تهاجمی لایه اول پدافند هوایی، یعنی هواپیماهای شکاری و F-14 ها در برابر هواپیماهای عراقی مخصوصا میگ 25 بود. اگرچه در ابتدای انجام این طرح همچون سایر طرح‌ها با مشکلات زیادی مواجه شد. همچنین علاوه بر موارد فوق، خریداری سامانه پدافند هوایی HQ-2 با توان پوشش بالاتر از ارتفاع متوسط از چین جهت تامین پوشش هوایی در ارتفاع بالاتر مد نظر قرار گرفت.
اولین گروه اعزامی از کارکنان پدافند هوایی جهت طی دوره سامانه پدافند هوایی HQ2 متشکل بر بزبده ترین کارکنان غیور پدافند هوایی ارتش و سپاه آموزش های لازم را در چین فرا گرفتند. با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولان تراز اول کشور، سامانه پدافند هوایی HQ2 در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت و کارکنان ارتشی پدافند هوایی که دوره را طی کرده بودند مأمور به سایت HQ2 سپاه شدند و در نتیجه در تاریخ 26/11/65 در ساعت 12:25 یک فروند میگ 25 با سرعت 1100 نات ارتفاع 50000 پا در دید رادار بندر امام و سپس در دید رادار بوشهر قرار گرفت که ضمن اعلام وضعیت قرمز در اصفهان موقعیت هواپیما لحظه به لحظه توسط سایت راداری سوباشی همدان به سایت موشکی HQ2 گزارش و پس از محو مسیر از رادار نیز موقعیت به صورت تخمینی گزارش و در ساعت 12:30 سیستم موشکی قادر به رهگیری و با شلیک 3 تیر موشک هواپیما را سرنگون می کند که خلبان هواپیما صدفان یکم عبدالرحمن البیانی با چتر بیرون پریده و در شمال شرقی مسجد سلیمان حوالی اصفهان زنده دستگیر می شود. در همین خصوص سرهنگ بازنشسته حسین صفری ابهری می گوید حدود روز 20 عملیات والفجر 8 بود که به ما ابلاغ شد برای اعزام به کشور چین و طی دوره آموزشی سامانه پدافند هوایی HQ2 از منطقه خارج شدیم و به همین منظور با یک بنز که قرار بود به اهواز مراجعت کند به سمت اهواز حرکت کردیم که به علت تخریب کلیه پل‌های مربوطه به اهواز راه 2 ساعته را 6 ساعته طی کردیم تا به قرارگاه رد رسیدیم. از نکات جالب مأموریت فوق اینه که در بین راه نیز مورد حمله شیمیایی قرار گرفتیم. در آن دوره دو گروه، یکی از پدافند هوایی ارتش و دیگری از پدافند هوایی سپاه حضور داشتند. پس از پایان دوره با توجه به اینکه سامانه موشکی HQ2G را قرار بود در اختیار پدافند هوایی ارتش قرار بگیرد، بنا به دلایلی در اختیار ارتش قرار ندادند و من و بقیه همکاران با توجه به اینکه تنها متخصصین این سامانه ها بودیم، بنا به ضرورت به سپاه مأمور شدیم. من در گروه عملیات مسئولیت افسر کنترل آتش را عهده‌دار بودم. اولین مأموریت ما در سایت رد بود که تجهیزات را مستقر و عملیاتی کردیم. بعد از مدتی حدوداً اواخر پاییز بود که برای عملیات کربلای 5-1 سایت را به منظور آماده کردن جهت منطقه در رام هرمز گسترش دادیم و تازه داشت سایت آماده می شد که محل ما کشف و مورد تهاجم موشکی عراق قرار گرفت که الزاماً محل را ترک و جهت استقرار بعدی به اصفهان در منطقه فلاروجان در منطقه کشاورزی مستقر شدیم. در نتیجه سایت یا ابن زهرا پایگذاری شد و عملیات مهندسی فوق‌العاده سریع و منسجمی در آن منطقه صورت گرفت. برابر هماهنگی انجام شده با رادار سوباشی همدان قرار بود به محض برخاستن میگ 25 در عراق به ما اطلاع داده شود. همینطور هم شد و به محض اطلاع دستگاه‌ها را آماده کردیم و آنتن رادار را در سمت مورد نظر قرار دادیم و در فاصله 120 کیلومتری هدف ظاهر شد. صدفان حیدری افسر کنترل شکاری سایت راداری سوباشی اطلاعات لازم را به سایت موشکی HQ2 ارائه میکرد. عملیات بر روی آن به خوبی انجام و همینطوری که کار عملیاتی را انجام میدادیم هر کس به طریقی دست به دعا برداشته بود. در نتیجه اقدام به شلیک اولین و دومین تیر موشک کردیم و در نهایت شلیک موشک سوم بود که هواپیما را سرنگون و از اوج آسمان به زیر کشیدیم و در مختصاتی که ما اعلام کردیم در نزدیک دروازه تهران لاشه هواپیما به دست آمد و خلبان آن هم دستگیر شد و از آن روز به بعد آسمان آبی ایران از لوس وجود میگهای 25 پاک شد و دیگر تا پایان جنگ هیچ شهری مورد تهاجم این هواپیماها قرار نگرفت و از این تاریخ تا اتمام جنگ مسئولیت تعمیر و نگهداری کابین عملیات سایت های گسترش یافته را عهده‌دار بودم. نیروهای عراقی اصلا فکرشون نمی‌کردند که ما بتونیم این هواپیما را شکار کنیم، حتی با کشور شوروی سابق که میگ 25 را در اختیار عراق قرار داده بود دوچار مشکل شدند که چرا این هواپیما در ارتفاع بالای 70000 پایی مورد اصابت موشک قرار گرفته است.